اگه گفتیم بیشترین خونه های خالی متعلق به کیان، اونا نه، اونا هم هستن ولی نه بیشترین. پکیا، بانک ها. بانک ها متعلق به کجا؟ به دولت هن دیگه. یعنی بانکی که فلسفه ایجادش بهبود اقتصاد، ایجاد اشتغال، تسهیل در ازدواج و مسکن بوده، الان خودش شده دلال خونه عوضی. یعنی پولی که باید میداد واسه اشتغال و ازدواج میره باش خونه میگیره دپو میکنه. بعد دولت میاد میگه ما میخوایم سال 1,000,000 مسکن بسازیم، ساختتون پیشکش، این خونه هایی که پیش بانک ها هستن آزاد کنید، ساخت پیشکش. چون یکی از دلایل تورم مسکن همین بانک ها هستن و خونه هایی که دپو کردن. چقدر پارادوکس داره صحبتاتون و سیاستاتون. حتی رئیس سازمان برنامه بودجه گفته 30% مردم نیازی به یارانه ندارند و باید قطعش کنیم و بدیمش به بقیه. یعنی ما واقعا از این قطع کنیم و بدیم به بقیه خاطرات خوبی نداریم، چون اول آخر شما قطع میکنید ولی به بقیه نمیدید، تازه یه تورم هم ایجاد میکنید. به بقیه که نمیرسه هیچ، یه فشارم به بقیه میاد بیشتر. پس خواهشم فقط قطعش کنید، به بقیه ندید، بزنید به زخمتون، چون به این بقیه دادن یه تورم کاذب ایجاد میکنه. فقط قطعش کنید مثل همیشه، و مثل همیشه هم به بقیه ندید و نیازی هم به گفتن نیست، چون اصلا نیازی نیست شما بابت شیرین کاریاتون توضیح بدید حتی. آره دیگه، یه دستید شما، خدا رو شکر. ولی بعضی ها با حالم به جان خودم و اومدن از قیمت جدید کپسول گاز دفاع کردن و به هم پیام دادن و نوشتن خفش و مزدور عوضی با منن و گفتن قیمت جدید کپسول گاز به خاطر اینه که قاچاق نشه و الا ثبت نام کن کپسول گاز 30,000 تومان. کجا ثبت نام کنیم؟ کی میدن؟ تا موقعی که میدن باید چیکار کنیم؟ و چرا ما باید هزینه ناتوانی شما در کنترل قاچاق کپسول گازو بدیم؟ و میدونید چقدر شغل بابت همین کپسول گاز بین رفته؟ نمیدونید. فلافلیا، لبو فروشا، نخود فروشا، باقل فروشا، اونایی که نون سنتی میزنن، شما که نمیدین شغل ایجاد کنید، چرا شغلها رو عبه میبینید؟ حتی رحیمپور ازغدی، کارشناسشون فکر کنم، گفته اونایی که بعد انقلاب خانم خوبی شدن، زلیخا شدن، ولی موقع اعتراضات لباسشون هم درآوردن و بعضی هاشون هم الکلی هستن، با 10 نفرم رابطه دارم، 6 بارم ازدواج کردم. رحیمپور خدا وکیلی چی میزنید؟ یعنی الکسیس هم نمیتونه این همه رابطه رو هندل کنه که اینا بتونه؟ تهمت میزنید، بعد میگید به خدا هم اعتقاد دارید، این جالبه. بعد مشکلات اخلاقی فقط اینجا هست، بین مسئولی مشکلات اخلاقی نی، اصلا آنی هاشی هست، هاشی هاتون داره دیده میشه تو موبایل ها. حتی وزیر کار گفته ما از ابتدای دولت 2,000,000 شغل ایجاد کردیم، کوشون نمیبینشون. فکر کنم فیلتر شکن فروش ها و حجاب بان ها رو هم به عنوان شغل ثبت کرد واسه خودتون، ولی بازم 2,000,000 نمیشن. عزیزم شما از ابتدای دولتتون میلیون ها شغل رو با فیلترینگ نابود کردید. ایجاد شغلتون پیشکش، یعنی شما اگه هیچ کارم نمی کردید لااقل 6-7 میلیون شغل منفی نمی شدید. آها، ایجاد کردید. شاید سینا استوری مال شرکت کریپ، نه یهش بعدشه، کریپتولند فرار کرد با 24,000 شاکی، زندان بود، وثیقه گذاشت، گو میرم بیرون پول مردم بدم، پولا رو یه جای چال کردم میدم به مردم. رفت بیرون، ولی کجا؟ رفت فرانسه.
الان 24 هزار تا شاکی منتظرن که سینا جان پولشون رو بده. حالا یه سوال، یه متهم مالی موقعی میتونه با وثیقه در بیاد که اندازه بدهیش وثیقش ارزش داشته باشه؟ آیا وثیقه سینا جان هزاران میلیارد تومان میارزه که پول مردم بدید نقدش کنید؟ اگه میارزه که اشکال نداره نقدش کنید، اگه نه سینا جان برد کرد و 24 هزار تا شاکی هم باید منتظر باشن که سینا پولشون رو بده. شریعت مداری بازم شاکیه و گفته لایه حجاب چند ماه داره خاک میخوره. خب خاکشو پاک کن اگه عذیتی، یا بگو تنگه هرمز رو بندن. یعنی این شریعت مداری خیلی آدم جالبیه، یعنی هر اتفاقی که میافتاد میگفت تنگه هرمز رو بندید، یعنی تنها استراتژیش اینه که تنگه هرمز. بابا اصلا این ربطی به تنگه هرمز نه، او ایور نه ببندیمش. بابا اصلا این بس مانه تنگه ببندیمش. مرد تنگه هرمز توی میخوام واسه یه چیز بامزه بگم. شب جمعه است، همسایمونو تو کوچه دیدم داشت به خانومش میگفت ای داداشت اینا کی میخوام برن، نکنه امشب میخوام بمونه. مگه نمیفهمن امشب شب جمعه است، ما میخوایم استراحت کنیم. بعد خانومش بهش گفت خب من چی کار کنم، مگه من دعوتشو گردم؟ واقعا حق داره عوضی دیگه، اینو سرزنش نکن. حالا فوقش امشب دو به بعد سایلنت کارتون انجام میدی، فقط خواهشن شب جمعه خونه کارمند کسی که از ماموریت اومده نرید. اینها منتظر شب جمعه بودن، یعنی یه هفته منتظر شب بودن، نرید تر بزنید تو شبشون. یکم بفهمید این همه شب الا شب جمعه برید، نرید دیگه. اینا واسه این شب کلی برنامه فانتزی چی دهد. یزدان خان نماینده مجلس گفته حجابان ها باید همه جا مستقر بشن نه فقط تو مترو. یزدان خان نماینده مجلس، فعلا اونایی که تو مترو مستقر شدن رو گردن بگیرید، همه جای بقیه پیشکش. والا همینا هم کسی گردن نمیگیره. این میگه ما مو ندادیم، با ما نیستن، ما مجوز ندادیم، مجوز نمیخوان. اینا رو گردن بگیر، بگید ما مجوز دادیم، بقیه جاها دیگه. وزیر فرهنگ گفته ما اصلا نمیدونیم فیلترینگ چیه، فیلتر چیه، تنها فیلتری که میشناسیم فیلتر آبه. ما رو مسخره کردی، خودتون رو مسخره کردی، پس فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی چیه؟ آها، طبق قوانین بین‌المللی هر شبکه اجتماعی خارجی باید تو کشور ما نمایندگی داشته باشه، یعنی باید خود زاکربرگ بیا اینجا دفتر بزنه یا معاونش کافیه. آها معاونش هم باشه کافیه، فقط زاکربرگ هفته یه بار با ما چت کنه شرح حال بده. منتظر باشه عباس آقا. راستی از صفحه رئیس جمهور چه خبر؟ 2-3 میلیون فالوور داشتی که آبی داشت. آها واسه مسئولین اشکالی نداره، اونا واسه رصد دنیا، واسه مردم آها جایز نیست. کی جایز میشه؟ معلوم نی، هر وقت دفتر زد زاکربرگ اونم جایز میشه. پس منتظر باش عباس آقا.